یه چیز من روی راست نگویم، شاید بینه در دهه، چون سوان در برای دهه را مثلا در دهه اگر یک نفر من این را دیدم، امروز هم مشاهده کردم، وقتی که از دهه یک چوروا نمی آید، از پودا نمی آید، اگر هیئت اولا 6 نفر باشد، چور همسایه دیگر را کیرا کرده خطی فرزندان ما همراه شده رفته همون چوروای ما را یابد، فرق ندارد ولی چی است. ولی امروز فرزند تا ساعت 10 12 شب در حقیقت درست میگن در کجا میگردد ما کسی نمیدونیم، فقط امروز ما را تلفن دروغو کرده است، ها پسرم فلانی در کجایی، مثلا ما اگر به من باشم همراه دلیر در خانه دلیرشون، آیا ما یه بار سنجیدیم پرسیدیم که ما در خانه دلیرشون هست یا نیست؟ اگر فرزندان من دهقان میشوند و یا راهبر میشوند، هر چیزی که میشوند نفعشون رو به جمعیت رسونند، زیان نرسونند، نرساندن زیان آنها نفع به جمعیت است، فکر میکنم. بعضی ها ما مثلا خدمت خیرسانان میکنیم، ما ژورنالیستان، من از این منبر بلند ایستاده میگویم که ما ژورنالیستان باید پیش از همه کمک رسان حکومت باشیم. مثلا من شخصا اگر در یک کارخانه روبرم همه نقصه نمیبینم، اگر ما ژورنالیستی واقعی و برای این وطن دلسوز هستیم و میخواهیم کمبودی ها آشکار شود، ما باید کمبودی رو آشکار کنیم و پیشنهاد کنیم. فرض کردیم یک نفر ژورنالیست که در پس مثلا تلویزیون است یا رادیو است بهترین برنامه دارد، بهترین سیما دارد، اگر ما بینیم مست و علس، ما میبینیم را در تلویزیون، من هم خیلی ژورنالیست میشم، مثل دلیر میشم فرض کردیم، یا مثل فلان انسان من هم خیلی ژورنالیستی با قوت میشم. وقتی که میبینیم بیرون از افیر درو دشنام مثلا مست و علس، خیلی وقتی که من این گپا گفتم فکر میکنم اون نفره که ما در این شبکه‌های اجتماعی تماشا میکنن تصور میکنه که در چه حالتن، آیا میتواند که این دو رفتار با هم موافق باشد؟ هندونه دلیر جان، من زمانی که خدایار شدم، زمانی که من اینا بسیار با یک احساسات شاید پاسخ بگویم، پدر و مادر من برای من آنگونه خدمت کردن که متاسفانه من برای او چیزی کردن نتونستم، چرا که اونها بر محل رفتن. مشکل جورا، من فکر میکنم که مشکل جورا، چرا؟ برای اون که میگویم که مثلا بهترین ژورنالیستان را که میبینیم برنامه های خوب دارن، قلمی خوب دارن، باره از کم بدنی و اوشان شکایت نمیکنن. من ندیدم مثلا، من یک چیز برای شما میگویم، من وقتی که پیش از اونه که در تلویزیون کلوب کار کردم، من از انمو چورابینیه که گفتم به حیث معاونی بخش جوانان شهر کلوب با کار گرفتم، من همگی 36 سامان معاش میگرفتم، 36 سامان، این در سال 2000. ولی وقتی که من رو استاد سفرعلی بزرگزاده و تلویزیون فیر دعوت کرد، من کسی چیگونه که میفهمد مثلا همین جمله رو، من از بحر معاش 32 سامانه گذاشتم و آمدم فعالیت خود رو از 6 سامان آغاز کردم. بینید که اولین اقدامی که دیگر ها هم که گرفتن، اما با پیشوهنگی استاد رجب میرزا، اولین شده روزنامه‌نگاران همین اقدام را پیش گرفتن. وقتی که این کارها رو میبینم و این کارها رو مثلا مشاهده میکنم و این اقدام ها از جانب روزنامه‌نگارا هستن، اگرچنده که من در این اقدام همراه نیستم، ولی افتخار میکنم که با وجود همان هم مشکلاتی که شما گفتید، امروز هم به درد مردم میرسن، هم مثلا همین کمک ها رو میکنم. این هم یک دستگیری نسبت دولت است، نسبت حکومت است، نسبت که یعنی که دولت هم میداند که ما این گونه شهروندان داریم که برای ملت و برای این خلق جان فدایی میکنند. وطن سرمنشه همه محبت زندگی است و همین محبت وطن و وطنداری بود که رادیوی وطن ما رو در برنامه پرس کلوب خود
دعوت کردن که من خدایوری ولی روبر شرکت خالدنگی اوریونیو میدیا مهمونی برنامه پرس کلوب رادیوی وطن بودم و عرض سپاس میکنم با کل خودمونش.